بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام دانش آموزای عزیز، انشالله که خوب و صحتمند باشین. دانش آموزای عزیز، خاطره شجاعی هستم، مدرس مضمون کیمیا در بخش کیمیای صنف 12 با شما همکار هستم. دانش آموزای عزیز، حتما یادتان هست ما فصل هفتم خلاص کردیم. فصل هفتم روی کدام موضوعات بحث کردیم و صحبت کردیم و امروز درسی فصل هشتم شروع میکنیم، یا اولین درس فصل هشتم میخوانیم. در فصل هفتم روی کدام موضوعات ما بحث کردیم؟ آفرین، در مورد الکل هالاید ها گفتیم، خواص فیزیکی الکل هالاید ها را گفتیم، خواص کیمیاوی الکل هالاید ها را گفتیم، در مورد میخانیکیت تعامل الکل هالاید ها بحث کردیم و صحبت کردیم و بعضی موضوعات هم یاد گرفتیم. درس امروز ما جدا از درس های فصل های گذشته هست، در ادامه کیمیای صنف 12 هست. فصل هشتم اولین درسش در مورد گروپ های وظیفوی، خصوصا در مورد گروپ وظیفوی ایترها و الکل ها است. یعنی الکل ها و ایترها در این فصل گنجانیده شده که ما در مورد الکل ها در این جلسه معلومات میتیم و میخوانیم و یاد میگیریم. الکل ها به نظر شما چه قسم یک مرکبات خواد بود دانش آموزای عزیز؟ یعنی چه قسم یک مرکبات ما الکل خواد گفتیم؟ خب در بخش الکل ها میرسیم، اما قبل از اون ما باید در مورد گروپ های وظیفوی یک کم معلومات حاصل بکنیم که گروپ وظیفوی چی است. اکثر مرکبات عضوی در ترکیب خود دارای اتم یا گروپی از اتم ها می باشند که به نام گروپ وظیفوی یاد میشه. این نام انگلیسی هم داره، به نام فانکشنال گروپس یاد میشه. خب این مرکب یا می اتم یا گروپی از اتم ها زمان که بالای مرکبات عضوی نصب میشه، برای از این مرکبات خواص کیمیاوی و خواص فیزیکی خاصی میبخشه یا خواص کیمیایی خاص را برش میته که از خود بعضی خصوصیت را نشان میته. مثلا استرها دارای بوی مخصوص خود میباشه. مثلا الکل خاصیت بیهوش کننده داره. ایتر ماده خوشبو است یا در محلل خیلی خوب است برای اکثر موادهای عضوی و موادها در خود حل میکنه. در این جلسه در مورد الکل ها و ایترها بیشتر میخوانیم و بیشتر یاد میگیریم. شما این قسمت ببینیم، موادهای آرایشی کرده می به این من است که بالای مرکبات عضوی گروپ های وظیفوی نصب میشه و خصوصیت جدید را که پیدا کرد. باز میتونیم در انواع موادهای عضوی، نه تنها در مواد آرایشی بلکه در انواع و اقسام مواد عضوی مازش استفاده بکنیم. خب در بخش اول ما راجع به الکل ها یا الکوهولز معلومات میتیم که چی است. هر مرکبی که در ترکیب خود گروپ وظیفوی هایدروکسیل داشته باشد، به چنین مرکبات ما میگیم که الکل یا به نام الکل ها یاد میشه. الکل خودش یک کلمه عربی است و معنایش است جوهر شراب. فرمول عمومی الکل آر رابطه او اج است که آر میتواند هر نوع الکل باشد. خب در این قسمت شما ببینید، اکسیژن، هایدروژن یا آرش یا میتایلش، در نتیجه اینی که از یک فرمول عمومی از الکل ها ما گفته میتونیم هر گونه قسمت ما آر در نظر بگیریم و یک قسمت او اج در نظر بگیریم، ما میگیم که جزی از الکل ها است. خب برش جوهر شراب هم میگه، یعنی چون الکل را شما خودتان بیشتر میشناسین که یا شرابی را که اکثر کشورهای غیر اسلام استفاده میکنه، خودش الکل است که به نام شراب در او مناطق یاد میشه. یکی از اینا رو ما بر شما اینجا نمایش میتیم. این مدل را که ما ساختیم مدل از ایتایل الکل است. ایتایل الکل یعنی قسم یک ساختمان داره، CH3 است، CH2 است، OH است که این است فرمولش یا مدل ساختمانی ایتایل الکل. ایتایل الکل اگر شما در قسمت ببینین به حالت مایع وجود داره. ایتایل الکل به حالت مایع است و ما میبینیم اینجا که چه قسم رنگ داره، چه قسم بو داره و غیره.
دانش آموزان عزیز، شما توجه داشته باشین که هیچگاه مواد کیمیایی را بو و مزه نکنین، امکان داره زهری باشد. من زمانی که انداختم بویش حس کردم، یک نوع بوی خاص داره، بوی تخریش کننده نیست، بوی زیاد بد هم نیست. میبینین خودتان که یک ماده بیرنگ است، این است ایتایل الکل. از ایتایل الکل شما شاید خوبتر بفهمین در کجاها استفاده میشه. آفرین، در اکثر شفاخانه ها به خاطر شستشوی زخم ها از ایتایل الکل استفاده میشه. چرا استفاده میشه؟ به خاطر از اینکه ایتایل الکل یک ماده ضد عفونی یا ضد میکروبی است. خب در این قسمت بر علاوه از این معلومات، ما در مورد الکل ها بیشتر معلومات حاصل میکنیم یا بیشتر مرکبات الکل ها رو ما در قسمت در نظر میگیریم. خب شما در قسمت ببینید CH3CH2OH است، خیره به نام ایتایل الکل یاد میکنه، ایتایل الکل. در این قسمت CH2CH2OH و اینجا هم کلورین است، خیره به نام ایتایلین کلورو هایدرین هم یاد میکنه که از جمله الکل ها است. برعلاوه در قسمت سایکلوهگزان است، یک گروپی OH ریش نصب شده، ایره به نام سایکلوهگزانول هم یاد میکنه، از جمله الکل هایی است که کاربونش شکل حلقوی داره. اینه حلقه بنزین است، بالاش CH2 و OH نصب است، ایره به نام بنزایل. تا این قسمت به نام بنزایل و یک قسمت که الکل نصب است، ایره به نام بنزایل الکل هم یاد میکنه. بر علاوه شما در قسمت ببینین که CH2 است، CH2 سه تا گروپ هایدروکسیل بالایش نصب است. این مرکب به نام گلیسرین یاد میکنه. شما گلیسرین میشناسین، در خانه ها استفاده کردین. گلیسرین یک ماده مایع نیمه لسجی شفاف بدون رنگ است که مزه شیرین داره و اکثرا به خاطر چرب نمودن جلد ازش استفاده میشه که نرم کننده و مرطوب کننده جلد میباشه. بر علاوه دانش آموز عزیز، ما در مورد الکل اگر این رو بگویم که هرگاه اینی کربن را که ما در نظر بگیریم که کربن با هایدروکسیل وصل است، این می کربن به نام کربن کاربینول یاد میشه، به نام کربن کاربینول یاد میشه. و هرگاه بالای حلقه بنزین یک گروپ OH نصب باشد، او را باز به نام فینول یاد میکنه. بر علاوه در مورد الکل ها معلومات بیشتر اگر بتیم، الکل ها از لحاظ موقعیت کربن که گروپ هایدروکسیل درش نصب است، به سه نوع الکل تقسیمات شده: الکل اولی یا پرایمری الکل، الکل دومی یا سکندری الکل، الکل سومی یا ترشری الکل. ما چند موضوع رو روی تخته هم کار میکنیم به خاطر از اینکه موضوع رو خیلی خوبتر و بهتر یاد بگیرین. در اول ما در مورد الکل ها گفتیم. الکل ها که هست، هرگاه ما بالای هایدروکاربون ها، مثلا CH4 اگر ما در نظر بگیریم یا میتان اگر ما در نظر بگیریم که از جمله هایدروکاربون هاست، به جای یک هایدروجنش ما یک گروپ OH نصب بکنیم، کدام مرکب به وجود میایه؟ آفرین، الکل ها به وجود میایه. نام از این مرکب چی میشه؟ میتایل الکل، میتایل الکل. خب بر علاوه ما موضوع بعدی را که گفتیم فرمول عمومی الکل است. فرمول عمومی الکل R رابطه OH است. ما به جای CH3 میتونیم که R بگوییم و به جای OH خود OH است که میشه فرمول عمومی الکل ها. ما الکل ها را نظر به کربونی که به OH نصب است، یعنی کربون کاربینول، به سه بخش تقسیم کردیم. اگر ما یک قسم یک مرکب در نظر بگیریم که CH3 رابطه کربونی، طرفش هیدروژن باشد، اینجا هم هیدروژن باشد، قسمت OH باشد، کربون کاربینول کدام از اینا خواهد بود؟ آفرین، کربون کاربینول یک قسمت است. این کربون به نام کربون کاربینول یاد میکنه که به گروپ OH نصب است. نظر به همین الکل ها به سه حالت یا به سه نوع است. الکل اولی R رابطه کربن رابطه OH که در قسمت دوتایش هیدروژن است، این را میگیم که الکل اولی یا پرایمری الکل.
و هرگاه ما داشته باشیم R رابطه کربن در قسمت یک به جای یک هیدروژن دیگه هم الکل باشد، اینجا هیدروژن باشد در قسمتش OH نصب باشد، چون کربنی کربنال به دو الکل دیگه نصب است. اینجا شما ببینید یک الکل یار یک الکل دیگه میار میشه که الکل دومی یا سکندری الکل. و هرگاه ما کربن کربنول با سه الکل دیگه نصب بکنیم که یک قسمت باشد آر، قسمت هم باشد آر، قسمت هم آر باشد یا الکل ها باشد که سه تا الکل بالای کربن کربنول نصب شده، در قسمت ما گفته میتونیم که این الکل از نوع الکل سومی است یا الکل ترشری است یا ترشری الکل است. خب دانش آموزای عزیز، موضوعات جلسه امروز ما اولین موضوع فصل هشتم کتاب کیمیای صنف دوازدهم بود، در مورد الکل ها بود. الکل ها را ما با الکل ها آشنا شدیم، گروه وظیفوی را شناختیم، بر علاوه انواع الکل ها از لحاظ کربن کربنول شناختیم. تا موضوع بعدی که در مورد خواص الکل ها بیشتر معلومات حاصل میکنیم، شما را به خداوند پاک و یگانه میسپارم.